حرفای جنجالی و زیر ناف محمود قربانی خطاب به گوگوش همه رو شوکه کرد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. محمود قربانی همسر سابق خانم گوگوش با منتشر کردن افشاگری های جدیدی از پشت صحنه رابطه های گوگوش همه رو شوکه کرد و گفت من به عنوان همسر اول و همسر سابق گوگوش به خاطر گوگوش چه کارهایی که نکردم، پا گذاشتم رو زندگیم، پا گذاشتم رو قلب عشقم، همسر سابقم رو به خاطر گوگوش طلاق دادم و ازش جدا شدم و کارهایی رو کردم که هیچ مردی برای عشقش نمی کنه. گوگوش عاشق من بود و من رو مجذوب خودش کرد و او بود که جفت با اومد وسط زندگی من و نامزد سابقم و کاری کرد که تا سالها آه و ناله و نفرین نامزد سابقم روی زندگی من و گوگوش باقی بمونه. لعنت به گوگوش که قدر من و زندگیمون و پسرمون رو ندونست. واقعیت این هستش که من هم عاشق گوگوش شدم، هنوز هم عاشق گوگوش هستم. به خاطر گوگوش کارهایی کردم و جلوی برادرام، جلوی خانوادم، جلوی عشقم وایستادم. من یک جوان خوشتیپ و خوشگل بودم که تازه از آمریکا فارغ التحصیل شده بودم و وارد ایران شده بودم و در کاباره میامی با برادرم کار میکردم و خب با یکی از دختران ثروتمند تهرانی هم نامزد کرده بودم و یه روز دیدم که پدر گوگوش با گوگوش اومدن توی کاباره و پدرش با من گفت آقای قربانی میشه یه لطفی کنی و ما رو تحویل بگیری و از دختر منم یه تستی بگیری. منم گفتم باشه برو بیا. فرداش دیدم که پدر گوگوش دخترش رو آورد و منم یه تست گرفتم و از صدای گوگوش خیلی خوشم اومد و دعوتشون کردم که شب بیان توی برنامه هامون و در کنار من و نامزدم باشن. اونجا بود که گوگوش بی حیا کنار نامزد من اومد به من گفت آقای قربانی افتخار میدی که با من تانگو برقصی؟ و منم گفتم که باشه، این که جای بچه منه. اومدم باش تانگو رقصیدم و یهو دیدم که نه، دستاشو آنچنان لای دستای من فشار میده و آنچنان میخواد منو گرم کنه و آنچنان زل زده به چشمای من که آتیش عشقش داره فوران میکنه و من سریعا ازش جدا شدم و رفتم کنار نامزدم. فردای اون روز با مادرش اومد و به هم گفت آقای قربانی خیلی ازت خوشم میاد و از اینجور حرف و هر روز رفت و اومد و هر بار که گوگوش و مادرش میرفتن میومدن یه چیزی به خورد من میدادن. من سادلو هم نمیدونستم جادو جنبل چیه. چند باری دیدم که چند تیک کاغذ گله کرده و من میگه آقای قربانی اینو تو جیبت نگه دار. اون موقع ها کاری کرده بود، یه کار از کار گذشته بود و منم عاشق این شدم و رفتم به نامزد سابقم گفتم که من عاشق یکی دیگه شدم و باید از هم جدا بشیم. قرار بود یه هفته بعدش با هم ازدواج بکنیم که دل دختر بیچاره رو شکوندم و رفتم سراغ گوگوش و این نامرد زندگی منو خراب کرد. این گوگوش نامرد آنچنان زندگی منو آتیش زد که بیا ببین. من به خاطر گوگوش تا مدت‌ها بعد به دستور اشرف پهلوی با سفارش بهروز وثوقی افتادم زندان و تا مدت‌ها توی زندان بودم و هر باری که شکنجم می‌کردن می‌زدم به تخمم و من جیغم می‌رفت رو هوا و همون شبا بود که گوگوش و بهروز تو آغوش هم بودن و همدیگر رو می‌مالوندن و با همدیگه کیف می‌کردن. گوگوش از راه بیراه شد و اون پوران خدا نشناس و بهروز هرزه ناموس دوز عشق و زندگی من از من دوزیدن و گوگوش رو هرزه کردن. گوگوش به مردی خیانت میکرد که در واقع عاشقش بود و رفته بود همخوابه یک مرد کثافتی شده بود که اون مرد هرزه کسی نبود جز بهروز وثوقی و داشت با بهروز زنا میکرد و با همدیگه رابطه داشتن. معلومه که گوگوش هیچ وقت توی تلویزیون نمیاد از کثافت کاریاش و از همخوابگیاش
با بهروز و داریوش اقبالی و آدم های اینطوری چیزی بگه. اونی که زندگیشو فنا کرد، اونی که ازش رفت بالا، من بودم. محمود قربانی در ادامه گفت واقعیت ماجرا این هستش که گوگوش با داریوش اقبالی هم رابطه داشت و این رابطه تا جایی پیش رفت که با آبروی گوگوش داشت بازی میکرد و از او به عنوان یک زن هوسباز یاد شده بود. اما کار به جایی کشید که بعدها که به آمریکا اومد و اون موقع ها با پسرم با کامبیز در ارتباط بود و به عنوان مادر و فرزند در کنار هم بودن، یه شب کامبیز پسرم مرتاد آسمانی رو میاره توی خونه یه گوگوش و میگه مامان من و مرتاد با هم دیگه دوست هستیم و مرتاد هم خواننده خوبیه هم آهنگساز خوبیه. خلاصه دیگه کامبیز همش مرتاد رو میآورده خونه و میبرده تا اینکه نگو این گوگوش باز هم به مرتاد چشم داشته و باز هم اینجا مرتاد و گوگوش با همدیگه بدور از چشمای کامبیز ارتباط داشتند و در واقع گوگوش و مرتاد با همدیگه رابطه برقرار میکنند تا جایی که کار به جاهای باریک میکش و کامبیز پسرم از رابطه مادرش با دوستش مرتاد آسمانی با خبر میشه و مرتاد چند باری میگیره به زیر مشت و لگد و خلاصه هر بار گوگوش میاد پسرش رو پیش مرتاد تخریب شخصیتی میکنه و میگه از خونم گم شو بیرون و باز هم همون کاری که الان داره میکنه اون موقع سر مرتاد هم با پسرم کرده بود. اون موقع مثل الانی که به خاطر رها به پسرم کامبیز بی احترامی میکنه و پشت سرش چرت و پرت به دروغ میگه و میگه نمیدونم کامبیز بی اخلاق و اله و بله رها گل سرسبت و آقایه، اون موقع این چرت و پرت ها رو میگفت و میگفت مهرداد بهترینه، کامبیز خل و دیوونه است، مهرداد آقایه و کامبیز چیز میز میزنه، واسه همین پرتش کردم بیرون. هر باری که پسرم از کثافت کاری های مادرش با مردهای غریبه با خبر می شد خونش به جوش می اومد و گوگوش به یه اتهامی کامبیز رو می نشوند سر جاش تا در نهایت دیگه ارتباطش رو با کامبیز قطع کرد تا کثافت کاریاش بیشتر از این لو نره که در نهایت با این شوهر آخریشم رها اعتمادی خودش با دستای خودش گورش رو کند و زندگیش رو سپرد به دست این رهای بی همه چیز. و من به خاطر گوگوش حتی زندان رفتم تو جوانیم، به تخمام زدن و جیغم میرفت هوا و این گوگوش بی همه چیز به خاطر اون زیر نافش هر کاری میکنه. و این هم حرفای محمود قربانی خطاب به گوگوش بود و رابطه های او در پشت پرده در زندگیش. دوستان عزیز لطفا نظراتتون رو راجع به حرفای شوهر سابق گوگوش و رابطه های او با مردهای مختلف رو بنویسید و همچنین نظراتتون رو راجع به غیرتی شدن پسر گوگوش برامون بنویسید و لطفا در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید، وارد کانال هامون بشید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و در واقع نام کانال نیوز تیوی رو به صورت فینگلیش سرچ بکنید و لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس و دانمارک و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون شیر بکنید و منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما از کانال خودتون باشید. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.